هررککی میره با ن سوز خوش اومدید به 5مین قسمت از انجام تمریناتمون از فصل سوم کتاب کار ینییت یک توی این قسمت میخوایم با هم دیگه تمرینات شماره 12، 13 و 14 و 15 رو از صفحه 23 کتاب کارتون انجام بدیم. خب بریم سراغ شماره 12. اوکویا و میشارت ل اوکویالم بخونیم اشارت لیلیم علامت بزنیم یرلشتیرلیم یعنی جای گذاری کنیم خب این مسئول اول من میخونم و بعد برای بار دوم میخونم و معنی میکنم پس همینطور که میخوام بخونم حتما با من تکرار کنید ترکیه یعنی ترکیه ترکیه آسیا ایل اوروپا آرسنده بیر کپردو و یکلاشک 70 میلیون نفوسلو بیوک بیر ülkedir. دیر درد دنیزی واردیر. بونلار کارا دنیز، Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi'dir. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Ankara, İstanbul ve İzmir Türkiye'nin en büyük üç şehridir. En kalabalık şehri İstanbul'dur. Türkiye'nin yedi bölgesi vardır. Bunlar Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dur. Başkent Ankara İç Anadolu bölgesinde. İstanbul Marmara bölgesinde ve İzmir Ege bölgesindedir. Türkiye'de çok sayıda tarihi eser vardır. Denizi, güneşi ve sahilleri çok güzeldi. Bu nedenle Türkiye'ye her yıl dünyanın pek çok ülkesinden çok sayıda turist geliyor. hopçi gof, gof Türkiye, Asya ile Avrupa arasında Goftiğim dota çiz, vakti az yek cins başı beynişun ile biat maniye vermide. Asya ile Avrupa arasında mige Türkiye derbeyne, در بین از سندا یاد گرفتیم توی آدرس دهی تو فصل سوم یعنی در بینه. میگه ترکیه در بین آسیا و اروپا چیه بیر کپرو میگه ترکیه یک پل است در میان آسیا و اروپا و یکلاشک 70 میلیون نفوسلو بیوک بیر اولیکه دیر میگه و یک کشور بزرگ بیوک بیر اولیکه دیر یکلاشیک 70 میلیون نفوسلو یعنی با جمعیت تقریبا هفتاد میلیون میگه با جمعیت این نفوس لو لوی که میبینید منیه دارایه میده معنی دارایه با میده میگه یک کشور بزرگ با جمعیت تقریبا هفتاد میلیون نفر دورت دنیزی وارده میگه چهار تا دریا داره دورت دنیزی میبینید دنیزی این ای پسند ملکیه میگه چهار تا دریایش واردر وجود داره که ما اینجوری معنی نمی کنیم دیگه میگیم چهار تا دریا داره بونلار میگه اینها نام میبره کارا دنیز دریای سیاه آک دنیز دریای سفید اگه دنیزی دریای اژه مارمارا دنیزی دریای مرمره است ترکیه نین باشگنتی میگه پایتخت ترکیه آنکاراست انکرا، ایstanبول و زmir Türkiyenin en büyük 3 şehridir. میگه آنکرا، استانبول و میر داره میگه و استانبول ازمیر ezمیر، Türkiyenin en büyük 3 میگه انکا و استانبول ازمیر از سه شهر بزرگ ترکیه هستند یا میتونیم میگه انکارا و استانبول ازمیر بزرگترین. شهرهای ترکیه هستند بزرگترین سه شهر ترکیه هستند این بیوک اوچ شهری دیر یعنی بزرگترین سه شهر ترکیه اینا هستند این کلابالک شهری میگه شلوغترین شهرش میبینید شهری ش... کلمه شهیر بوده دو بخشی بوده چون پسند ملکی بهش اضافه شده ای که وسط شهیر بوده افتاده و شده شهری این کلابالک شهری یعنی شلوغترین شهرش استانبول دور استانبوله تورکیه نین یدی بلگسی وار میگه ترکیه هفت منطقه داره هفت ناحیه داره تورکیه نین یدی بلگسی وار میبینی ترکیبا رو میگه ترکیه هفت ناحیه داره بونلار اینها نام میبره مارمارا مرمره آکدنیز دریای سفید کارادنیز دریای سیاه اگه اژه، ایچ آنادلو آنادولوی مرکزی دو آنادولو آنادولوی شرقی و گینه دو آنادلو و آنادولوی جنوب شرقی است. باشکند آنکارا ایچ آنادلو بلگسین دیر. میگه باشکند پایتخت آنکارا ایچ آنادلو بلگسین دیر. در ناحیه در منطقه آنادولوی مرکزی است. استانبول مارمارا بلگسینده، میگه استانبول در ناحیه مرمره است. و ایزمیر، ا بلsinde دیر و ازمیر در منطقه اژه است. بعد میگه توکیده چک سعید تاریخ اثروارد میگه در ترکیه چک سع یعنی در تعداد زیادی تاریی اثروارد یعنی آثار تاریخی در تعداد خیلی زیاد وجود داره میگین که در ترکیه آثار تاریخی زیادی وجود داره. دنیزی دونشی و سایلری چک güzel دیر، دنیزی یعنی دریایش گونشی یعنی خورشیدش ساحلری یعنی ساحلهایش چو گزل دیر خیلی قشنگن بو دنله له به خاطر همین ترکیه یه هر یل میگه به ترکیه هر سال دنیانن پک چوک الکسیندن دنیانن پک چوک الکسیندن خودش ترکیب اسمیه دیگه میگه از کشوری زیاد دنیا دنیانن پک چوک از کشورهای زیاد دنیا چوک سایده توریست گلیور یعنی تعداد زیادی توریست می آید. اینجا چند تا عبارت گذاشته سه تا عبارت گذاشته میگه شما علامت بزنید بگید درسته یا غلطه با توجه به چیزی که توی متن خوندیم دورو و یانلش می شماره یک ترکیه نفوسو 70 میلیون دور میگه جمعیت ترکیه 70 میلیون نفره درسته یا نه گفت یا کلاشیک تقریبا 70 میلیونه پس یانلش علامت میزنیم غلطه چون گفت تقریبا اینجا داره میگه 70 میلیون نفره قطعی داره میگه ولی توی متن گفت یا کلاشک. شماره دو میگه Türkiye'nin denizlerinden üçü Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'dur. Mige Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu mige Derya-i Sefid, Derya-i Siyah ve Anadolu'ya Şerqi se Derya-i Türkiye'nin denizlerinden denizleri yani Derya-i Türkiye. Üçü yani se taz Derya-i Türkiye Akdeniz o, Karadeniz o, İç Anadolu'e. Eştebahe. بیچ آنادولو منطقه است اسم دریا نیست یانلش شماره سه آنکارا ترکیه‌نین باشکنتی دیر میگه آنکارا پایتخت ترکیه است آنکارا ترکیه‌نین باشکنتی دیر دورو مو یانلش دورو درسته قسمت بعدی ترکیه چوک توریست گلیور میگه به ترکیه توریست زیادی میاد خیلی توریست میاد چونکه ترکیه ده چونکه در ترکیه گزل جای خالی واردر میگه چه چیزایی خیلی قشنگی در ترکیه هست جای خالی رو پر میکنیم شهیرلر یعنی شهرها ساحیللر یعنی ساحلها بلگلر ناهیه ها کپلولر پلها کدوم میشه علامت میزنیم ساحیللر توی متن یکی از چیزایی که گفت این بود که گفت چونکه ترکیه ده چونکه گزل ساحیللر وارده چونکه در ترکیه ساحلهای خیلی زیبایی وجود داره و در ادامه نوشته دنیز دریا بلگه ناحیه نفوس جمعیت این ستا عبارت رو باید کامل کنیم نوشته چی؟ ترکیه ده یه جای خالی وارده با توجه به متن میگیم چی؟ در ترکیه چی وجود داره؟ هفت ناحیه وجود داره پس میگیم ترکیه ده یه دی بلگه وارده شماره دو ترکیه ده در ترکیه دورت جای خالی وارده چهار تا چی داره ترکیه دنیز پس می نویسیم ترکیه ده دوک دنیز واردر در ترکیه چهار دریا هست شماره سه ترکیه ده در ترکیه یا کلاشک یتمیش میلیون دور میخواد چی بگه؟ میخواد بگه در ترکیه نفوس نفوس در ترکیه جمعیت تقریبا هفتاد میلیون است که با توجه به متن ما اینا رو کامل کردیم بریم سراغ تمرین شماره 13 اش و زد آنلاملارنی یازالم میگه همانی و متضادشون رو بنویسیم اش از هم میاد زد هم از زد میاد اش آنلاملی یعنی کلمه ای که مترادفه زیت آنلاند یعنی متضاد میگه مترادف و متضاد هاشون رو بنویسیم اولی رو نوشته شهیر مترادفش چیه کنت هر دو به معنی شهر هستن کنت یعنی شهرستان بیوک گفته متضادش رو بنویسید نوشته کوچیک گوزل متضادش رو باید بنویسیم چی میشه گوزل متضادش کتو میشه بعد اگر گوزل به معنی خوب باشه متضادش میشه کتو اگر منظورش زیبا باشه متضادش میشه چیرکین چیرکین یعنی زشت کتو یعنی بد یل مترادف یل چی میشه؟ سنه یعنی سال ساحل به معنای ساحل مترادفش چی میشه؟ پلاج یعنی ساحل و اطراف به معنای اطراف مترادفش میشه چه اطراف که این رو هم نوشتیم حالا بریم سراغ تمرین شماره چهارده دین لیلیم تمام لیلیم میگه گوش کنیم کامل کنیم کورسا کایت یعنی ثبت برای دوره کورسا کایت یعنی ثبت برای دوره همونطور که می‌بینید اینجا یه تمرین دینلمه هستش که ما باید سیدی داخل کتاب رو بذاریم گوش کنیم و با توجه به چیزی که داخل CD میگه جاهای خالی رو پر کنیم که من این اه, تمرین رو این دینلمه رو تمرین شنیداری رو فایلش رو براتون میذارم گوش کنیم و جاهای خالی رو پر کنیم یکی یکی براتون نگه میدارم خب نوشته کایت سیرسی شماره اون فایل رو نوشته 59 بنابراین میتونید از توی سی دی کتابتون پیدا کنید که شماره 59 هستش خب من میذارم گوش کنید

گفت روز به خیر بفرمایید ترکچه کورسونا کایت یاپتیرماک استیورم ترکچه کورسونا کایت یاپتیرماک استیورم گفت برای دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی میخوام ثبت نام کنم ترکچه کورسونا یعنی برای دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی کایت یاپتیرماک یعنی ثبت نام کردن استیورم یعنی میخوام میخوام که برای دوره آموزشی ترکی استانبولی برای کلاس زبان ترکی ثبت نام کنم حالا چی میگه؟ تابی ادنز ندیر؟ گفت تابی می نویسیم تابی ادنز ندر؟ ادنز ندیر؟ گفت اسمتون چیه؟ تابی ادنز ندیر؟ جواب آدم دیو گفت آدم دیو اسمم دیو دقت کنید چون اسم خارجیه به همون شکل هم تلفظ میشه که در زبان خارجی در زبان انگلیسی تلفظ میشه دیو نمیگیم داوه حواستون بشه اسما همونطور که در زبان مادر خودشون تلفظ میشه در زبان ترک استانبولی هم وقتی وارد میشه به همون شکل تلفظ میشه دیگه میگه آدم دیو اسم من دیو هست بعد گورولی که مسئول ثبت نامه میگه سویدنس میگه فامیلیتون سویدنز سویدنز با لحنش سوالی کرد گفت سویدنز یعنی فامیلیتون سویدنز در جواب دیو میگه کلاین کلاین میبینید کلاین فامیلیش رو گفت کلاین که همینطور که دیدید خارجی و به همون شکل هم تلفظ میشه در ادامه گوش کنید پاردون پاردون ببخشید یعنی متوجه نشده پاردون یعنی yani دوباره بگو گوش کن کلاین ک ل ا ای ن گفت کلاین حالا اسپل کرد ک ل ا ای ن تشکرلر دوم یرینیز گفت تشکرلر ممنون دوم یرینیز محل تولدتون دوم یرینیز گفت دو نیز محل تولدتون گفت دوم میریم انگلتره دوم میریم انگلتره گفت محل تولدم انگلیس کشور انگلیسه با حرف بزرگ نوشته شده دووم یریم انگلتره محل تولدم انگلیس در ادامه میگه دوم تاریخی نیز دوم تاریخی نیز تاریخ تولدتون دوم تاریخی نیز در جواب میگه 25.05.1975 گفت 25.05.1975 همینطور که میبینید گفت 25 صفر پنج گفت صفر 1975 بین دو کوز گفت 25 صفر 1975, 1975, 1975. 1975. 1975 تاریخ تولد رو گفت در ادامه آدرسی نیز لطفا آدرسی نیز لطفا یعنی آدرستون لطفا آدرس نیز لطفا جواب هوا سوکاک. 65 تاکسیم بیر چانکایا انکارا گفت هشدر جدسی خیابون هشدره میبینید تو آدرس از این پسفنده استفاده میشه هشدر جدسی هشدر جدسی یعنی خیابون هشدره هوا سکاک، کوچه یه. هوا هوا سکاک اسمه بعد میگه چی میگه 65 65 خط مورب رو گفت چی گفت تکسیم تکسیم گفت 65 تکسیم بیر 65 تکسیم بیر 65 تکسیم بیر یعنی 65 خط مورب یک چانکایا آنکارا چانکایا آنکارا در ادامه آدرسش رو گفت در ادامه گربلی چی ازش میپرسه چپ تلفنونوز var ما گفت Cep telefonunuz var mı? Cep telefonunuz var mı? Aya mobil Cep telefonunuz var mı? Aya mobil Dave go Tabii var. 0537 852 96 74. Goff, tabii var. Elbette. daram elbette hast. 0537 0537 0537 0 537 852 852 96 96 74 74 میبینید مثلا ما تو زبون فارسی میگن دیگه سه تا سه تا و بعد دو تا دو تا گفت بعد در ادامه میگه تمام بیرون گفت تمام بیرون تمام اوکی باشه بیرون بفرمایید تمر مرکم لینیز کیم لیینیز چی داره میگه؟ کیملیک یعنی کارت شناسایی تومر کیملیینیز یعنی کارت تومرتون که اسم آموزش تومر هست با حرف بزرگ نوشته میخواد بیه که این کارت شناسایی این کارت عضویتی که براش صادر کرد و داره بهش میده میگه بویرون تومر کیملی نیز پسند ملکی اضافه شد به کیملیک به خاطر همین که تبدیل به یوموشاگه شد گفت بفرمایید کارت شناسایی تومرتون کارت شناسایی آموزشکار رو بهش داد. Der ders bugün başlıyor mu Ders bugün başlıyor mu kelas Emruz aya şuurumuşe cevap Hayır dersler Pazartesi günü başlıyor dersler gof, Hayır ne dersler Pazartesi günü başlıyor Go ne kelasa Pazartesi günü başlıyor Ruze doşembe yurumuş Han kelasze doşembe urmuşen hangi sınıfta گفت در کدوم کلاس؟ درس به معنای درس. کلاس درسیه که ازش پرسید. گفت کلاس ها روز دوشنبه شروع میشن. بعد گفت هنگ سنفتا؟ در کدوم کلاس؟ سنف معنای فیزیکی کلاسه. یعنی داره ازش میپرسه در کدوم کلاس؟ در جواب بهش میگه اون سنفتا. گفت چی؟ گفت دردونجو کات طبقه چهارم اون 7 یعنی شماره هفته 17lı فه گفت 4 kat 7 numaralı sفت ها گفت طبقه چهارم در کلاس شماره هفته 4 kat بعد گفت 17 numaralı sftه یعنی در کلاس شماره هفته یعنی کلاسی که شماره هفته رو داره آدرس کلاس رو بهش داد چون ازش پررسید hangی س نفه. گفت کلاس شروع میشه. حالا میخواست بپرسه کلاس کجاست. آدرس کلاس رو میخواست. یعنی در واقع معنای فیزیکی کلاس میشه سنف. گفت توی کدوم کلاس؟ آدرس کلاس رو داد گفت طبقه چهارون در کلاس شماره هفته. Hayır dersler pazartesi günü başlıyor. Hangi sınıfta? Dördüncü kat 17 numaralı sınıfta. Teşekkür ederim. İyi günler. Rica ederim. Size de iyi günler. گفت تشکر داریم تشکر میکنم ای گونلر روز بخیر و گورولی هم پاسخ داد ریجای داریم خواهش میکنم سیزد ای گونلر یعنی روز شما هم بخیر این مکالمه ای بود که کامل کردیم بر اساس این فایل صوتی بهتون پیشنهاد میکنم یک بار مکالمه رو بنویسید خودتون توی دفتر و میدونید که سوالاتی که پرسید کلماتی که استفاده کرد پرکاربرد هست در زندگی روزمره بنویسید و تکرار کنید و اینطوری تر میتونید به ذهنتون بسپرید کلمات و عبارات جدید رو خب بریم سراغ تمرین آخر از این قسمت شماره 15 بیر دیالوگ اولوشترالم بیر دیالوگ اولوشترالم یعنی چی؟ میگه که یک مکالمه بنویسیم دیالوگ یعنی مکالمه دیالوگ میگه یک مکالمه درست کنیم بیر دیالوگ اولوشترالم یک مکالمه درست کنیم خب چی میگه؟ نوشته کیملیک بیلگیلری یعنی اطلاعات شخصی کیملیک بیلگیلری اطلاعات شخصی کورس گنلری و ساعتلری یعنی روزها و ساعتهای کلاس اجرت بیلگیلری اطلاعات هزینه و مبلغ آدرس بیلگیلری اطلاعات آدرس اودم بیلگیلری اطلاعات پرداخت خب ما یه مکالمه رو اینجا خوندیم در مورد ثبت نام بود دیگه حالا میگه شما یه مکالمه بنویسید و سعی کنید توی مکالمهتون به این پنج مورد بپردازید اطلاعات شخصی ساعت و روز کلاس اطلاعات هزینه اطلاعات آدرس اطلاعات پرداخت و این مکالمه رو شما بنویسید و کامل کنید و سعی کنید به این موارد هم بپردازید امیدوارم که مطالب این ویدیو رو خیلی خوب یاد گرفته باشید یادتون نره لایک کردن شما به هم انرژی میده لایک کنید اگر ویدیو رو دوست داشتید اگر مطلب جدیدی یاد گرفتید و لطفا کانالمون رو سابسکرایب کنید اگر هنوز سابسکرایب نکردید که ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید و البته توی پلیلیست لیست میتونید وارد بشید و کلی ویدیو میتونید از قبل ببینید و نکات رو یاد بگیرید و از یادگیری زبان ترکی استانبولی لذت کافی و وافی رو ببرید مثل همیشه تو چیلکالن Bizimle kalın, hoşçakalın.